خانواده های محکومین به اعدام در سنندج در اعتراض به این احکام جنایتکارانه دست به تجمع اعتراضی زدند. صبح روز یکشنبه در دومین روز این حرکت اعتراضی، جمعی از خانواده های 10 تن از محکومین به اعدام که از زندان قزلحصار به سلول های انفرادی زندان گوهردشت منتقل شدند، در مقابل اداره اطلاعات رژیم در سنندج تجمع کردند و خواستار لغو این احکام جنایتکارانه علیه فرزندان خود شدند. خانواده های محکومین به اعدام در سنندج در ادامه این حرکت اعتراضی در مقابل استانداری این شهر تجمع کردند. آنها همچنین خواستار انتقال فرزندان زندانی خود به زندانهای سنندج بودند. رژیم ضد بشری آخوندی در خاتمه مانورهای شیادانی خود شهادت ستار بهشتی در زیر شکنجه دشقیمان خامنه ای را فوت طبیعی اعلام کرد. رئیس سازمان به اصطلاح پزشکی قانونی رژیم آخوندی امروز گفت بر اساس آزمایشات انجام شده روی جسد ستار بهشتی هیچ گونه آثار خفگی و سم در بدن وی پیدا نشد و از نظر ما این فرد بر اثر مرگ طبیعی جان خود را از دست داده است. وی در این حال به شکنجه های دشخیمان اعتراف کرد و گفت ممکن است کبودی هایی روی بدن او بر اثر ضرب و شتم باشد، اما این کبودی ها نمی توانند عامل مرگ باشند. احمد شجاعی دست نشانده رژیم آخوندی در سازمان پزشکی قانونی رژیم در یک اعتراف دیگر افزود او بیماری قلبی داشته و در اثر استرس ناشی از بازجویی فوت کرده است. خانواده ستار بهشتی نیز پیش از این تصریح کرده بودند که او هیچ بیماری نداشته است. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر بن‌بست اتمی رژیم آخوندی امروز در کاخ الیزه دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار که 2 روز پس از انتشار گزارش آژانس در مورد جاه طلبی های اتمی رژیم آخوندی صورت گرفت، مدیر کل آژانس وضعیت را نگران کننده توصیف کرد. رئیس جمهور فرانسه نیز بر لزوم همکاری رژیم آخوندی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد و گفت آژانس از حمایت کامل فرانسه در این راستا برخوردار خواهد بود تا اینکه رژیم ایران به التزامات بین‌المللی‌اش عمل کند.